خودت هم میگی آدم باید کار کنه، آدم باید کار کنه، آدم باید کار کنه. خانم کریم زاده ببین عذرا رو بفرست تو کلاس تربیت پذیرا. بهناز جون قشنگم تو چشات بهتر اینو درست کن. من برم. کریم زاده مگه من نگفتم اینو بیا درست نگفتم مگه شمامو بذار تو مریم جون اینو امضا کن من برم. ببین عزیز دلم من امضامو کردم، نگاه کن این امضای من، 4 تا امضای دیگه میخواد. ببین تو برو بشین من به کارام برسم، شلوغ نکن. امضا رو بگی. امضا رو برات میگیرم. خب اینا رو امضا رو میگیرم میارم بهت. ببین نگاه کن این امضا رو نگاه کن. آقا رضا هم از پسرای خودمونه، اونم مثل تو همین برگرد. امضا رو بگیر بریم. آروم نشسته شلوغ نمیکنه تا من امضا رو براش بگیرم. این 200 تومن یه شیر و کیک برام میگیری؟ نفس نکشی که خفه میشه. یکی دیگه هم بگم، مردا زنگ میزنه آژانس میگه آقا ماشین داری؟ میگه بله داری. میگه ای خوش به حالتون، ما نداریم. نونوندی های امناسی تمام شد؟ سلام صبح خیلی ما بیداریم. بایل بابا همه صبحونه تو تب و خوری ها باشه قربونت اخی بابونم خاصی ردشی مواظب باش. مریم بودو الان دوباره باید بودو بودو کنی. بودو 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 شما به نگیرتون میشه.
من خودم جمع میکنم. خب ببین سهیل، این پپیچت، این هم ساندویچ کتلت اینجاست. باشه سهیل بابا بیا دو تا بذار. اینا برای لباس بچه به زهر ما. چه میخواستیم چی کار آخه؟ یه وقت کار دست خودت ندیا، مراقب باش. نه خانم دکتر گفته که سوال تا آخرش هم یکیه، خدا خودش خواسته. بعد به خانم عزیزی میگفتی، نه اینکه خود خانم آقا اجازه. آخه این پسر آخه نداره اینا که تو ده من خودم رو تو حیات. چطوری آقا رضا؟ سلام. سلام. بیا اینم امانتی. اه دست شما درد نکنه. میگم چقدر سخت بود این ریاضیه. راست میگی. من مهندس حلش کردم. اه دست سلام برسون. بگو دست درد نکنه. به کار تو رسید عقب نمونی. چای. جونت بیا اگه آب نخوریش هستش باز نمیشه، رفتی خونه بده بابات درستش کنه. مامان میشه زنگ دیگه سر بزنی؟ هنوز تموم نشده.
چند بار بهت گفتم تو مدرسه به من نگی مامان؟ خیلی زیاد. بس دیگه خانم اجازه میشه شما یک کاری بکنی؟ برای دعوات نیست که نامه دادم، میخوام راجع به درسات با مامانت صحبت کنم. خانم اجازه آخه من نمیخوایم مامان بابا. اونجا چه خبره؟ تو دعوات سلام، بلد شدم آقا کریم، دو تا شیر دو هزار و نهده گم گفتی، ولی یه روز دیر گفتی. من پیره مردم قاب زدم، قیمت ها رو ولش کن، اینا دقیقه ای عوض میشن. بیا آرزا، این مال آقای مهندسه، اینا مال خانم عطاری. چشم، خدا حافظ. ماشینش خیلی عالیه، سرعتش هم از هواپیما بیشتره. خودم دارم میبینم یه عالمه هم دکمه داره. حالا نگاه کن کمش کن امیرعلی، صداش داره تو سر کوچه میاد. نه من خودمون نهار داریم. یادت نره به مامانت بگی فردا بیا. یه وقت دل واپس نشی. من خودم اونجا هستم. یه بار نشد اینه کامل با هم ببینیم. سلام خیلی مامان اومده؟ آره. خداحافظ. خرابش نکنی؟ نه تر خرابش نمی کن. سرگردان فضایی آخه
بهش تموم شد. قرارمون چی بود؟ سلام، شب بخیر. شب بخیر. چی بود آقا شعبان؟ به امام هشتمین کفتره مرغ و خروس نیستن که بیان وسط حیات دون بخورن. شما به کفترتون باید یاد بدین سم مورچه ها رو نخورن. ما اینجا تو باغچه مورچه داریم کلی. آقا رضا کرایه شد 3 ماه، دوباره زیر بار گاز قابلمه نری. یا گازش که خیلی باحاله، کار کردن این خود سخته باش، ولی توش چراغ داره. ولی خیالت راحت باشه آقا شعبان، گفتن همه رو یه جا میدن. خدا کنه. بفرما خونه. خدا حافظ. خدا حافظ. چی شد؟ موقعی که میخواد بیفته پایین گفت کمک، چشای چپکی جو کمک کمک. خیلی خوش کرده شده مریم، بخش درمان هیچ فرق نکرده، همون دیشب نیست، فقط شکل شده. ایم خوش کرده شده، خوش کرده شده، نه زن جلسته اینجاش اصلا قشنگ نیست، همش حرف بزن. تو خیلی خوش اینجاش قشنگ خدا. آه اینم که دوباره قطع شد، دوباره تو قطع گرفت. من دوباره داشتیم مدرسه اجباری. اجباری نیست به خدا. صبح خیلی. سوهر بابا سلام، صبح خیلی. مریم این مینی بوسه الان دوباره میره. دیش علکیه، میخوام پول بگیرم. اصلا به چه اجازه ای دستتو کردی تو کیف من؟ آخه نوشته اجباری است. سوهر بابا چسبمون تموم شده بود، اما برات محکم کردم. خودت هم باید حواست باشه. بیا چایت هم خونک کرد، بیا بخور. سلام صبح بخیر، بیداری. سوهه، ببین این ساندویچ کتله، اینم هویج اینجاست، باشه؟ بیا اینم دوتا، فقط دیگه حله گوله اینا نخوا. ماشاءالله، ماشاءالله، بدو، بدو، بدو.
ساکر، مسئله تون رو حل کنیم. خانم اجازه؟ میشه ما بریم دستشویی؟ بعد اکبری نوبت شریفیه، بعدش تو برو. خانم اجازه ما نمیریم، مال ما خودش حل شد. خانم اجازه واجبه، داره میریزه، ریوزی من که نوشتی. دم در وایسا، هر وقت اکبری اومد برو. خانم اجازه ریخت. خانم اجازه برو بشین. میخواستن شما رو از نزدیک ببینن، راجع به تحصیل سهیل با شما صحبت کنن. ببینی خانم نعمت اللهی، کلاس چهارم تو مقطع دبستان خیلی پایه مهمیه. حتی تغذیه و خواب و تفریح بچه هم تو این مقطع مهمه. البته بگم معلمش هم میگه از اول سال حواسش پرته. بله، کلمه هاش خیلی سخته، من بلد نیستم. خب، شما فکر میکنم بچه کار کنم؟ کاری من که خدمتون عرض کردم، سهیل جان بعضی روزا میاد منزل ما با پسر من تکالیفشو انجام میده. مرسی جان، همیشه دیگه میتونه بیاد خونه تو. خودت هم هزار تا مشکل رو گرفتاری، ولی فقط ریاضی خیلی سخته. اینو میدونم، اما من قول میدم که حواسم بهش باشه. من مثل پسر خودم باهاش کار میکنم. واقعا میگم چقدر بامزه. دست شما درداره. اصلا واسه چی اومدی مدرسه؟ خوب شد آبروم آوردی؟ مگه نگفتم اجباری نیست؟ الان که خوب شد، اونا خیلی هم منو دوست داشتن. تازه مدیرتون منو بوس کرد. سوهه مامان ببین چی میگم. وایسا من بیام. سوهه جون اون نخور انقدر بچه. مرد گنده واسه یه عینک گریه میکنه. گریه نکرد، شامپو رفته تو چشم. جمعه همه باید برن همون تمیز بشن. نه بابا شو. بهت میگم چه شده به من تو کف کف تو چشت نده دیگه، گوش نمیدی. بابا من دیگه بزرگ شدم، میرم تو دفتر. تو دفتر هم بری با نه تو نه تو راختم. چهار سال شوستت دیگه چی میگی با تو؟ این چطور خوشتی؟ اینو بزن. این آبیه. نه من دختر نست نمیخوام. خب همین که اول هرکی بترونه هرکی کم هفتایدی. نه نه اینو بخوام. اون به خاطر مارکش یه ذره گرونه. اینو بزن. تقریبا تو مایه های همونه ولی قیمتش بهتره. رضا پولات همین هاست؟ آره ولی همین رو برداره درست میشه. ممنون، اصلا نمیخوام. سوهه چرا؟ بیا در گوشت یه چیز بگم. بیا سوهه، بیا سوهه، بیا. این چیکه؟
ببخش ببخش. یه بار گفتم بریم شهر بازی ها، عینکم که برام نخرید. خب باشه قبول، میریم. راهش خیلی جونه، حالا خلق میکنه. اخ شد، خودم میبرمتون دم درش. توه حالا نده. سوهه ننو مامان گم میشه، تاریکه، چشتون رو درد میکنه، بیا تو. بسید تو سرت نخوره. سوهر اونو سفه و سفه بندی. آه این میله، این میله، این میله. موازه باش، موازه باش. آها بیا پایین. سف باید ببندی مریم، سف باید ببندی. نه 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 سوهل، نه چیکار میکنی؟ نه سوهل، نه رضا، این برم کن، بیا برم کن، ماما من میخوام بیا سوهل، نه یه چشه بسرمه، بیا پایین، بیا پایین ماما، یه چشه ببینم از سمان شدن، بیا پایین داد نخر، نه خود دیگه، نه مطمئن نمیشه، ماما راست میگه. خیش خسته شد، باش بیا. کارتون ایا کدومه؟ ماشی میدینی؟ میخوایم اون کارتونه رو با هم ببینیم سهیل،
من نمیدونم آخرش چی شد. آخرش چی شد بگو برام. نمیدونم. سوهه پاشو ماما، پاشو با هم کارتونه رو ببینیم، ببینیم بقیه چی شد. نکن. ببین چقدر خوب شد ریاضی نماکا، همش حل شد. نه مشتری آقا کریف حل کرده. خب بیا با هم نقاشی کنی. بیا سوه پاشو با هم دیگه نقاشی کنی. میخوای با هم نقاشی کنی؟ سوه بابا بیا این تمیز شد درست شد. آقا کریم میگه تمیز با ریکا بشوری بیشتر تمیز چرا شستیش؟ الان بذار. مگه نگفتن فیلم های منو نشور؟ الان بذار. اما نه تو امیرعلی بود. اون الان بذاریش پخش میکنه. بذار پخش میشه. سوهل الان اون درست شد. کی گفت بشوریش؟ بذارش به من. سوهل بذارش ببینیم خوب شد. بده بذار. برو کنار میخوام. تو دست نه تا دوی باره. اینجوری برای چی میکنی؟ نه بذار. اینجوری برای چی میکنی؟ انتا برای چی میکنی؟ برو. بیا ما نگاه کن نقاشی جدید میخوای بهش نمره بده. به جای خسته بود آقا یا بگید نقاط را درست میکنی. سهیل داره گریم میگیره. بذار بیام پیشه. سوهه عزیز دل من عزیز دل تو نیستم. همه شابری آدم میبری از یه اصلا بازی ساده میترسی. یه کلمه نمیتونی با معلم ها حرف بزنی. ولن کن هر دو تو دیوونه ای. رضا ببین بچه خوابید. گلدونم من گذاشتم تو آب. نقاشیارم چسبوندم. همش چسبید. خوب شد. رضا من نمیتونم بیام پیشت. بیا
ما توفیری نمیدید میتونم این وزنی چیه اگه همینجوری پیش بده خطا داره رزمان دارد یه لحظه برای کنم گوش کنید توجه کنید من میگم شرایط شرکت شما که سب کنید رضا نمیاد چرا؟ آخه سخت ریاضی با امیرعلی همیشه حل میکنم با هم نازم گفت خودش دیکته میگه به سهیل خانم خیلی خوبیه خدا بخند یه کوچولو بخند جونت رو این جنس های حسن آقا رو بردار ببر چشم الو مریم سلام نایمد هنو؟ خب حالا میاد بودو آقا رضا بودو خدا مامان جون این چیزا رو میخوری که شام نمیخوری دیگه نوشتین؟ استقلال متلاطم اونه درس قبلی نباید درس جدیده بگو خانم اجازه بنویس خانم دیکتر رو نمیگی پس چی؟ خانم این لباس خیلی بهتون میاد خیلی قدیمیه نه؟ آره قدیمیه سلام 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 سلام
چایی میخوری ناصر؟ نه حاضره. بقیهشو نمیگی ماما؟ ماما چرا؟ شروع شعف خالص. بازم تو کولت لواشک داری؟ بله بله دارم. لواشک مال زنه حامله است. چه ربطی داره دیوونه؟ دست درم. هوا داره تاریک میشه، دیرت نشه سهیل. ای مگه نگفتی بعد دیکته بازی کنی؟ اجازه؟ کلافم کردی سوی لنگه گفتی خانم اجازه. چش خانم، فقط ما میشه اینجا بمونیم؟ میشه پسر شما بشیم؟ یعنی چی؟ همه بچه های مدرسه پسرهای منه. قول میدیم تو مدرسه بهتون نگیم ماما، تو رو خدا. سوی ببین تو هم پسر؟ میشه بگیم بهش باباش اشتباه کرد زد. اشتباه کردی رضا، اشتباه کردی. نه چرا سهیل رو زدی؟ خب من باباشم. چرا نباید شب بیاد خونه؟ چرا شب نباید بیاد خونه؟ همه باید تو خونه خودش بخوابن. همه بچه ها باید شب پیش پدر مادرشون بخوابن. داد زدی؟ برای چی تر مامانت داد زدی؟ بوده؟ غلط کردی رفتی؟ باشو بیا خونه. کم واسه نخوابی؟ غلط کردی داد زدی؟
بیا. فقط مریم، مریم نسرین اصلا نفهم آبرومون میره. سهیل یه دقیقه بایستا. شما چرا اینجا بایستادی؟ بریم بالا. سهیل بیا بابا، من که ازت معذرت خواهی کردم، الان خب دوباره معذرت. شما بیاین بریم بالا. اصلا باباش اجازه نمیده شب جایی بمونه. حالا شما بیاین. همه بچه ها شب باید خونه خودشون بخوابن. نه نه چیزی نیست، ببخشید خیلی معذرت میخوام تموم بشه. مریم جون بچه هست الان یه چیزی میگه فردا یادش میره. بچه ما هست. سلام. سلام علیکم، شبتون بخیر. همسایه‌ها گفتن که این صورت جلسه رو بذاریم به تابلو. بله ببخشید شرمنده سر و صدا شده. الان دیره باید بیاد مدرسه داره. من هر روز دارم با 700 بچه سر و کله میزنم، زبونشون رو بهتر از اون میدونم. عزیزی دلم من خودم رضا تو هم یه چیزی بگو. همش تقصیر توه، همش تقصیر توه، همش تقصیر توه. خیلی بدی تو، خیلی بدی، خیلی کار بدی کردی. نباید میزدیش سهیل، نباید سهیل میزدیش. چرا زدیش؟ مگه چی کار کرد؟ ها؟ نقاشی من بود، به تو چه؟ من باباش هم. تو بلد نیستی پیزا درست کنی؟ خواهم نازم بلده، خب نه اومد دیگه. چی؟ بچه ها همشون پیزا دوست دارن، منم دوست دارم. تو همش کتلت میپذی، منم خسته شد نیومد. تو هم میخواستی خانم نازم زنت بود؟ مریم
جان همه دیگه میدونیم تحریمه، تولیدمون کم شده، ان شاءالله درست میشه همه برمیگردن. اخراج چی آقا؟ به من قول دادن که برمیگردی سر کارتون، حرف منو قبول نداری؟ نه دست شما درد نکنه دیگه. آقا مهندس نمیشه رضا بمونه کار کنه من به جاش اخراج بشم؟ به قرآن دست من نیست. ببین منت نباشا، به جون یه دونه پسرم ده دفعه رفتم پیش دکتر تا قبول کرد یکیتون بمونی. سلام علیکم. به خدا دست من نیست، کاری نمیتونم بکنم. گفتم صبح مشتری نیست علاق میشی، تو محل بگردی کار پیدا میکنی. این ترهیمه چیز مزخرفیه. کاش ترهیمه واقعی بود، این دودش فقط تو چش من و تو میره. کار ماله مرد. خب مرد اگه کار نکنه که خودکاره، که هیچ وقتی نمی‌نیسته. شیر گروش دو تا شیر چاره دار.
محمد. شما کارگر نمیخواین اینجا؟ ایسکی حالت خوب نیستا؟ اینجا پیک موتوریه، برو با برو بی اینجایید آقای عزیز، ما پیک موتوری میخواییم، بدون موتور که غذای مردم یخ میزنه. آقا جون، گوشت با منه؟ سالاد ما آماده نشد. چرا شد؟ آقا، این پنیر پیزا با پنیر همینطوری چرا فرق داره؟ خیلی، تازه هرچی پنیرش بیشتر باشه خوشمزه تر هم میشه. کریم آقا، این موتور رسکه تو انباری روشنم میشه؟ نه آقا رضا، نه موتور با تو آدم سالمش هم خطرناکه. چشم کریم. از این پنیر پیتزا کدومشون از همش بهتره؟ همش خوبه. چقدر خورمالو سوی، چقدر حیاتتون باحاله. برداشتی؟ آره بریم. اوه چی شده؟ درو با من بیا. کجا داری میری؟ بیا دیگه ترسو، مگه نمیخواستی که کفترا رو ببینی؟ بیا دیگه. درجا سوارشه؟ خوبی؟ دیدن گوشی؟
نوشا جون. هر هفته فردا می اومدی، پس چرا امروز اومدی؟ دلم برای سهیل یه ذره شده بود. برادرزاده مثل بچه خود آدم میمونه. ریاضی کلاس چهارم خیلی سخته، مهندس کارخونم خیلی سختش بود حل کنه. با امیرعلی حلش میکنم. رضا از بچگیش نون قندی دوست داشت، الانم دوست داره. سهیل هم دوست داره. این لواشکه این دفعه خیلی خوشمزه شده ها. راستی گفتم بچه خواهر مجید سربازیش افتاد مشهد، طفلی مادرش خیلی دلتنگی میکنه. افتاده مشهد؟ که کوچیک بود. بچه ها زود بزرگ میشن، سهیل هم بزرگ شده. انگار همین دیروز بود سر اسمش قهر کردی، گفتی یا سهیل یا هیچی. این ضمانتنامه سی دی پلیره، یادم رفت بدمش به رضا، گذاشتمش اینجا. ببین منو، ببین ضمانتنامه سی دی. من برم. دم غروبی متروی کرج خیلی شلوغ میشه. مجید میاد بعد خونه باشم. بچه هم خونه تنها. اومده بودم بگم علی چی گفتی؟ من نگفتم. چرا تو گفتی؟ تو گفتی، من قرار نبود نگی. ها؟ چرا گفتی؟ میخوای آبرومون بره، قرار نبود بگی. تو قرار بود نگی، قرار بود نگی. تو قرار بود نگی، قرار بود نگی. تو قرار بود نگی. ببخشید خانم، شما با عمه نسرین ما چی کار داشتین که بهش زنگ زدین؟
رضا. رضا جون هوا خیلی سرده، ببین منو ببین. نترسی نمیتونه بیاد بالا، میترسه. این نردبونه خیلی طولانیه، دارم میافتم. تو منو تنها نذار هیچ وقت. اون آقایی که ما رو عقد کرد یادت میاد چی گفت؟ در نکن دو کثیفه. بیا این پا تو بیار، بره خودم، بیار بره خودم بابا جون، بیار دفتت کثیف من میکنم. بیار پا تو بیار. میتونی من نمیتونم. اینا رو مامانت آورده ها؟ الهه گفت امروز اومده بود اینجا. ناقلا تو بهش گفتی من لبوشک دوست دارم؟ تنها بود؟ آره. بابام باهاش نبود؟ نه. هرچقدر به مامانت اصرار کردم بیاد بالا نیومد.
چقدر مامانت نازه سوه. میشه زنگ بزنی خونمون ببینی رسیده؟ خودت زنگ بزن. تو رو خدا. شمارتون رو بگو. 77 خب 51 32 82 سوه نوبت توه. ای ماما میگه به علت به دقیقته. بده ببینم. میشه با موبایلتون زنگ بزنین؟ خواهش میکنم. آقا شهباز. بله. سلام، شب بخیر. شب بخیر. آقا شهباز، ما مهمون داریم. اجازه هست من چهار تا خرمالو بچینم؟ بکن. دست درد نکن. چه غذای سختی هم درست میکنی. کمک میخوای؟ من چند دفعه اومدم خودم درست کنم، تو خونه خراب شد. بفرمایی میل کنی رسیده بود شیرین بعدش چیه رضا؟ خب چون پنیر پیزا با پنیر معمولی فرق داره، توی پیزا هرچی پنیر بیشتر باشه خوشمزه تر میشه، درسته؟ آره. بعدش چیه رضا؟ قبل پنیر باید سوسیس کالباس بچینیم. این که سازی شو این هم مثلا سنگای نوره باقشه. نمیگین من چرا این موقع اومدم اینجا؟ سهیل منو فرستاد. امروز که تنها اومده بودی خونمون خیلی نگرانت شد، منو فرستاد ببینم حالت چطوره. حاله خودش چطوره؟ خوبه؟ خوبه. آخه عکس سونوگرافیش هم گذاشتین اینجا. چند وقتشه؟ آخه 7 ماهشه انگار. سوت میگذنه. اون تولد 2 سالگیشه. خیلی چه توپل مبرم بوده. نه 2 سالگیش حرف زد، 1 سالگیش تو دستشو میگرفتی راه افتاد راه رفت. تو باش تمرین کردی حرف زد؟ 2 سالگیش بود. اینجا رفتین مسافرت؟ شما دریا یادته تو بود چند بار گفت گیش دارم راننده تکرم من بر خودم انداختم گردن سهیل. ها
کچلش کردین اینجا. موهاش بیشتر بلند شد. نه روز اول مدرسه شه، لباس مدرسه نرسه کچل نکنیم، کوتاه کردیم موهاشو. عکس عروسی تونه؟ بفرم دست شما درد نکنه. عقله چه کوچولو بودیم. یادت اون آقای چی گفت بهم که عقل میکرد؟ یادم بگو. یادم چی گفت مگه؟ گفت فقط با هم بسازیم. همین؟ آره خب فقط همین. بیا من بخشید. سهیل میاد خونه؟ آره چرا نیاد؟ برمیگرده. خدا حافظ. مریم این تو؟ پس نمیاد سهیل؟ نمیاد خونه؟ ناصر بابات کوه لاهه؟ نمیدونم همین جواب بود. ناصر نترس. چرا اینجا وایسادی؟ دارم سیگار میکشم. قبلا هم این کارو میکردم. ولی قبلا از این قرصا نمیخوردی. قبلا اینقدر نگران نبودم. از کار که میومدم اینقدر خسته بودم که میخوابیدم. یه سال من بیکارم مرزیه. اینجوری نمیمونه. من نمیتونم بعد از این همه درس خوندن برم رو ماشین یا تو رستوران کار کنم. معلومه. منم دلم نمیخواد این کارو بکنم. ولی آخه راهش اینه. چون که ما داریم هی از هم دورتر میشیم. ناصر ما خیلی وقت با هم حرف نزدیم. آره خیلی
کتاب میخواندم. کودکانه میسرودم. من نیز آنجا رفتم. ببخشید که بابات شدم سوه. خدا تو رو یاهایی ندخو. اولش که مثل بچه قورباغه بودی همه میگفتن مثل باباش. اما خوب شد یواش یواش مثل مریم شد. قشنگ. خوب شد که مرد شدی بابا. به مریم گفتم نه یا تو تا مثل دوتا مرد مردونه حرف بزنی. مامان بابا خیلی خوبم سایه. به خدا وقتی نیستن میفهمی. باور کن به خاک آقا. دفتر نقاشی مامان جدیدتو پاره نکنی بابا. کفترهای حالتو میپرسم. دوست داشتی؟ وقت داشتی؟ بیا سر بزن بهشون. گریه نکنی سایل بابا. نه، گریه مال مرده. فقط سرتو بالا بگیر. گریه کن. خوب کار کردی. بابا مامان تازه پیدا کردی برای خوده. من بودم. بنده کفشو یادم رفت. بنده کفش زیر پا نمونه. بله. برای آموزگاری میخواندم. سهیل تو چرا نمی نویسی؟ چشم خانم.
چرا چیزی نمیخوری سهیل جون؟ اگه دوست نداری یه چیز دیگه بهت بدم. خیلی خوشمزه شده ماما. نوشه جون. خانم میشه من یه چیزی بگی؟ بگو عزیزم. کتلتای مامانم یکم خوشمزه تر میشه. پس حتما باید برم ازشون دستور پختش رو یاد بگیرم. راست میگی ماما، هر روز یه جور درست میکنه، خیلی خوشمزه است. خیلی وقت بود کتلت درست نکرده بودی. چقدر دستشویی میری پسر؟ خوابت نمیبره؟ نه منم خوابم نمیبره. بیش بیا ببینیم. از اولش هم بهتر شد. میدونی معنی اسمت چیه؟ یکم اسم یه ستاره است. یه ستاره که اگه بشه دیدش خیلی قشنگه.